دور نخست تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران از امروز شنبه با فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا اعمال می شود. پرزیدنت ترامپ از طریق توییتر هشدار داده است با شروع اعمال دوباره تحریم ها کسانی که تبادلات مالی و تجاری با ایران را ادامه بدهند با آمریکا معامله نخواهند داشت. مرور کوتاه بر پیامدهای اقتصادی احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران در گزارشی از مسعود ملک We have اولین دور تحریم های ایالات متحده علیه ایران با فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ از بامداد شنبه به وقت ایران آغاز شد این تحریم ها بخشی از استراتژی فشار حداکثری اقتصادی بر تهران برای دگرگونی رفتار و فعالیت های ایران در منطقه خاور میانه را تشکیل می دهد که ایالات متحده آن را بی ثبات کننده، سلط جویانه و بدخواهانه می داند. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا تحریم های اقتصادی علیه ایران را به ستون استراتژی ایالات متحده در قبال ایران توصیف کرده است. تحریم های جدید طیف وسیع از منع خرید و فروش دلار آمریکا و داد و ستد طلا و فلزات گرانبهای دیگر گرفته تا معامله فلزات خام و نرم صنعتی و ممنوعیت صادرات فرش و پسته ایران به آمریکا توسط دولت ایران را در بر میگیرد این تحریم ها همچنین صنایع خودروسازی ایران و معامله هواپیماهای تجاری و قطعات یدکی آنها را هدف قرار میدهد پرزیدنت ترامپ وعده داده است تحریم های ایالات متحده علیه ایران به محکمترین شکل اعمال شود و هشدار داده است هر کس می خواهد روابط تجاریش با ایران را حفظ کند فکر معامله با آمریکا را از سر خارج کند اتحادیه اروپا که همچنان از توافق هسته موسوم به برجام حمایت می کند از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران ابراز تاسف کرده است مقام های ایران تلاش می کنند بازگشت تحریم های آمریکا را بی اهمیت و کم اثر جلوه بدهند. با این حال تأثیرات اقتصادی استراتژی ایالات متحده در قبال ایران نه از امروز که دور اول تحریم ها آغاز شده بلکه با انصراف آمریکا از توافق هسته ایران و قدرت های جهان در ماه مارس به ویژه با تحولات بازار ارز ایران نمایان شد. همزمان با شروع تحریم های آمریکا سیاست های ارزی دولت ایران که در روزهای اخیر و به طور فشرده برای مبارزه با نوسان و التهاب افسار گسیخته هفته ها و ماه اخیر اتخاذ شده نیست قرار است از امروز به اجرا گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا بانک های ایران از صبح سهشنبه فروش و صدور حواله ارز مسافرتی که تا همین دیروز انجام میشد را متوقف کردند و به رغم اعلام آزادی صرافی ها برای فروش ارز صرافان حد فاصله خیابان فردوسی تا چهارراه استانبول هنوز فعالیت رسمیشان را آغاز نکرده و به رغم حضور نیروهای انتظامی معامله ارز توسط دلالان با نرخ دلاری از 9200 تا 10200 تومان انجام می شود.